سلامت باشین. من هم عرض و ادب احترام و ارادت دارم خدمت یک و یک شنونده عزیز دوست داشتنی رادیو آزادی، به خصوص برنامه سرود سخن. و ما به قول هم چشم سفیدی کرده برای خود اینجا موقف ایجاد کردیم، اگر نه خلاص دیگه بعد از رویا جان اگر می بود. نه نه بکتر جان، ای گپ نیست، فقط خواستم اول میمان ما را، چون ما افغانا رواج ماست که از میمان ما خیلی خوب بله پذیرایی میکنیم، به خاطر من خواستم اول اونها را خوش آمدید بگیم، بعدا شما خوب ما شما خواستید. سلامت باشی، خیلی خوش آمدید بارز عزیز. حقایق های دردآور و باور نکردنی درباره فردین امینی که قطعا نمیدانستید. سلام دوستان و همراهان عزیز، لطفاً قبل از ادامه این ویدئو چینل را سابسکرایب کنید و زنگوله را فشار دهید تا از ویدیوهای جدید ما نیز با خبر شوید. در ادامه با پرژن سیتی همراه باشید. فردین امینی، خبرنگار، نویسنده و گرداننده چهره دست کشور، متولد سال 1371 هجری خورشیدی بود. او اصالتاً اهل ولایت پروان افغانستان بود، اما با خانواده‌اش در ساحه قصبه کابل زندگی میکرد. او که یک برادر و دو خواهر دارد، از ازدواجش بیشتر از یک سال میگذشت. فردین امینی برای نخستین بار کار خبرنگاری را با تلویزیون خورشید و سپس با تلویزیون یک شروع کرد و بیشتر از یک سال سپری میشد که در تلویزیون آریانا و آریانا نیوز به عنوان خبرنگار برنامه‌های سیاسی آغاز به کار کرده بود. برادر فردین امینی، بکتاش امینی، خبرنگار در رادیو آزادی است. او همچنان مانند فردین امینی نیز خبرنگار است. در واقع خانواده امینی را نیز مانند خانواده سیاوش روزنامه‌نگاران شکل می‌دهند. فردین امینی با صدای طلایی‌اش در کنار تحصیل دیگرش خبرنگاری خوانده بود. او از دوران کودکی به این پیشه علاقه زیادی داشت و همواره تمایل داشت تا به عنوان یک خبرنگار وارد این عرصه شود. صدای زیبا و تاثیرگذار فردین همواره زبانزد عام و خاص در میان دوستان و نزدیکانش بود. او زمانی که صنف 12 مکتب بود به دوستانش میگفت که روز من یک خبرنگار میشوم و در میز مصاحبه خواهم نشست. گذشت از این، او لایق و مستعد بود یک فرد با درایت و با پشت کار و اهل خرد نیز به شمار میرفت. او یک شخصیت خوب داشت و از سوی فرد اجتماعی بود. تفره با دوستانش را از اوقات و تایم کاری خود قرار داده بود. دوستانش میگویند او با یک عالمی از امید وارد رسانه شده بود تا به گونه ای از طریق رسانه در خدمت مردم باشد، چون اون یک جوان صادق، شجاع و نترس بود. بکتاش امینی، برادر فردین امینی، میگوید او خود را یک فرد عادی مانند دیگر مردم میدانست و از هیچ رویداد حراس نداشت. فردین امینی در کنار خبرنگاری به ورزش علاقه زیادی داشت و عاشق فوتبال بود. او از علاقمندان تیم رئال مادرید به شمار می رفت و گفته می شود او چنان شیفته فوتبال بود که برخی شبها تا 3 الا 4 صبح می نشست و فوتبال تماشا می کرد. فردین از سوی عاشق مطالعه بود و همواره این جمله را تاکید می کرد که جامعه ترقی خواهد کرد که جوانانش کتاب بخوانند، و با تمام وجود به این جمله باور داشت. او به 3 زبان رسمی، فارسی، انگلیسی و پشتو تسلط داشت و به این زبانها صحبت می کرد. او ازدواج کرده بود و این کارت دعوت که در رسانه‌های اجتماعی به دست نشر سپرده شده است نشان دهنده این واقعیت است. او به شبکه‌های اجتماعی وابسته چندانی نبود و بیشتر سعی می‌کرد عملگرا باشد و اهدافش را در عمل پیاده کند. هر کس به گمان خود او را صفتی بخشد. هر کس به گمان خود او را صفتی بخشد، یک سلسله دیوانه، یک طائفه فرزانه. او به شعر و ادبیات علاقه زیادی داشت و این آخرین دکلمه نوشتاری او در صفحه فیسبوکش ماندگار. همکاران فردین نیز میگویند او پیوسته نیکی و خوبیش را برخ میکشید و هرگز سخنی بدی از او نشنیده بودید. او یک انسان با تمام معنا معتقد بود و دوستانش میگویند او هرگز نمازش را ترک نمیکرد و دیگران را نیز به نماز خواندن دعوت میکرد. او فردی بود از جنس طلا، اما ناجوان مردانه او را به وسیله تهدید نزدیکانش از ما گرفتند. با مرگ او شاید جامعه رسانه افغانستان را داغدار ساخته، ولی راه او ادامه خواهد داشت و نام او در قلب و ذهن من جاودان خواهد بود. برای فردین عزیز، فردوس برین، و برای بازماندگانش صبر جمیل تمام.
سلامت باشین. من هم عرض و ادب احترام و ارادت دارم خدمت یک و یک شنونده عزیز دوست داشتنی رادیو آزادی، به خصوص برنامه سرود سخن، و ما با قول هم چشم سفیدی کرده برای خود اینجا موقف ایجاد کردیم. اگر نه خلاص دیگه بعد از رویا جان اگر می بود. نه نه بکتر جان، ای گپ نیست، فقط خواستم اول میمان ما را، چون ما افغانا رواج ماست که از میمان ما خیلی خوب بله پذیرایی میکنیم، و این خاطر من خواستم اول اونها را خوش آمدید بگیم، بعدا شما خوب ما شما هستید. سلامت باشی، خیلی خوش آمدید بارز عزیز و صفا آوردین استودیو ما را، واقعا امروز چراغان کردین با آمدن شما. با قدوم شما این استودیوی ما امروز رنگ دیگری بر خود گرفت. نه هم تو خوش رنگ بود ولی امیدوارم همیشه مناسبت های مختلف بتونه که تنوع ایجاد بود. یعنی اگر در دو ماه پس این هم مد نظر بگیریم، دقیقا ما 4 خبرنگار خود را از دست دادیم. ملالای را روزی گذشته کشتن، الیاس الهی را چند روز قبلش کشتن، یماس یاوش توانا را از ما گرفتن، و امروز آمدن و فردین امینی را از پیش ما گرفتن. بعدش میای خبر حاکی بر از این نشر میشه که فردین امینی خودکشی کرد، ولی من یکی از نزدیکترین دوستای فردین امینی بودم. میفهمین فردین امینی یک بچه که اخلاق فوق العاده بالا داشت، بچه ای که همیشه خنده بلد داشت، انسانی که سالا زحمت بکشن حداقل تحصیلش را به پای اکمال برساند، عروسی کنه و زندگی خوشی داشته باشد، ولی امروز به شکل مرموز شهید ساخته میشه. با متاسفانه و متاسفانه حکومت دارای ما میان ادامه میکنن که فردین امینی خودکشی کرد. نه عزیز برادر، ما دقیقا یک شب قبل با فردین امینی صحبت کردم، حداقل یک ساعت و چند دقیقه شد که ما گپ زدیم، خیلی هم خوش بود. واقعا من جدی به همه میگم، ما خسته شدیم، اصلا کمر رسانه و خبرنگارا دیگه شکسته، هیچ کسی توان نداره. در این کشوری که رحم به زن حامله نمیشه، در شفاخانه حمله میکنن، خبرنگار را به قتل میرسانن، جوانی کسی را نمیبینن، اصلا یک نفر سالانی و زحمت میکشه و نور چشم پدر و مادر میشه، اصلا نور چشم جامعه میشه. مزور از تو مزید که واقعا نمیتونم به درستی صحبت کنم، ولی دل ما گرفته تا بکنی دیروز یما امروز فردین و فردا شاید من شما بریم. حداقل چرا صدایی نیست که بلند شود؟ چرا پاسخی نیست که دوته شود؟ به قدلای مرموزی که صورت میگیره، من امروز واقعا نمیتونم حرف بزنم. من یکی از نزدیکترین دوستای خود را از دست دادم.